آیا حکومت محمد رضا شاه پهلوی قابل اصلاح بود؟ 4 دهه فاصله از نظام پادشاهی این امکان را به ما می‌دهد که بپرسیم آن نظام قابلیت اصلاحی داشت یا نه. اگر نداشت چرا؟ و اگر داشت چرا مخالفانش نتوانستند آن را دریابند؟ سلام. در پرگار چند ماهی پیش بحثی داشتیم در این مورد که آیا انقلاب ایران ناگزیر بود یا نه. اما پرسشی که شاید پیش از بسیاری از بحث‌های مربوط به انقلاب باید طرح شود این است که آیا ممکن بود نظام شاهنشاهی اصلاح شود؟ آنها که در مورد نظام سیاسی ایران پیش از انقلاب مطالعه کردند می‌دانند که این پرسش بلافاصله به این ترجمه می‌شود که آیا شاه ایران می‌توانست نظامی که در رأس آن قرار داشت را اصلاح کند؟ و چون شاه حتی به گفته نزدیکانش در کوچکترین تصمیم ها دخالت داشت، این پرسش باز هم ریزتر و مشخصتر می شود. آیا شاه می توانست رویه های خود را اصلاح کند؟ اگر جواب مثبت است، تحت چه شرایطی؟ در بحث این هفته پرگار می پرسیم نیروهای نقش آفرین و عوامل مؤثر بر امکان اصلاح حکومت محمد رضا شاه پهلوی چه بودند؟ احمد پورمندی، تحلیلگر سیاسی و همینطور فعال سیاسی از پیش از انقلاب ایران میگوید شاه تحت شرایطی ممکن بود تن به اصلاح بدهد، ولی نیروهای نقش‌آفرین خارجی و داخلی بر چنین امکانی سرمایه گذاری نکردند. مجید تفرشی، پژوهشگر تاریخ ایران، میگوید اسناد و شواهد مورد مطالعه چنین امکانی را به ما نمیدهند. خیلی ممنونم که در این بحث شرکت میکنید. آقای پورمندی، به من بگید که بر چه اساس فکر میکنید نظام محمد رضا شاه پهلوی ممکن بود اصلاح بشه؟ خب بذارید من ابتدا سلام بکنم خدمت بینندگان و شنوندگان عزیز این برنامه. ببینید، من یه جواب کوتاه برای این مسئله دارم و یک تحلیلی چرا نشد. جواب کوتاه این است که خب آفتاب آمد دلیل آفتاب. محمد رضا شاه پهلوی در مقطعی که جنبش برآمد کرد اعلام کرد که من صدا انقلاب شما رو شنیدم، یعنی حاضرم خودم اصلاح بکنم، و در عمل هم از دکتر بختیار دعوت کرد که دولت تشکیل بده که یک شخصیت اپوزیسیون بود. بنابراین این اتفاق داشت میافتاد. و دلیل دومی که فکر میکنم وجود داره این است که شاه در مقطع سال 41-42 بزرگترین رفرم اجتماعی اقتصادی ایران رو هدایت کرد. درسته که منشأ این رفرم از خارج بود، کندی فشار می آورد، ولی شاه ابتکارش از دست امینی خواست بگیره، ولی به هر حال اون رفرما تاریخ ایران رو دگرگون کرد و رفرمای رادیکالی بود که شاه انجام داد. بنابراین ظرفیت رفرم در درون هیئت حاکمه ایران و به خصوص شخص شاه وجود داشت. اما اینکه چرا نشد، این اتفاق نیفتاد، به نظر من دو دسته دلیل میشه براش مطرح کرد. دلیل اول داخلی است و دلیل دوم هم عوامل بین‌المللی و خارجی است. در داخل من فکر کنم که اساساً سلسله پهلوی برخلاف سلسله‌های قبلی که از ایلخانان و جمع شدن ایلات و ساقط کردن یک سلسله و آمدن سلسله دیگه تشکیل می‌شدن، از دل جنبش مشروطه در اومد و به نوعی یک پیوند به اصطلاح عشق و نفرت با روشنفکران داشت که در حکومت رضا شاه دیده شد. شاه شدنش ضربه‌ای به این رابطه زد، ولی در مجموع بخشی از مطالبات روشنفکران رو حکومت محمد رضا شاه، حکومت شاه رضا شاه به اجرا در آورد. بعدا هم در دولت، در دوران محمد رضا شاه این رابطه با روشنفکران ضرباتی خورد، از جمله در سال 32 بعد از اینکه شاه نهایتاً تسلیم این وسوسه شد که به اتکای قدرت خارجی و نیروهای غیر مترقی کشور و اقشار به اصطلاح لومپن جامعه دولت مشروطه‌خواه دکتر مصدق رو ساقط بکنه، یک ضربه بسیار مرگباری به رابطه او با روشنفکرا خورد که تا امروز هم ترمیم نشده. این ضربه یه بار دیگه هم تکرار شد در مقطع شروع رفرم‌ها. در اون مقطع هم روشنفکران تمایل نشون دادن که با شاه همکاری بکنن، از جمله مثلا
فرض فرمایید آقای خلیل ملکی پیش قدم مذاکره شد، رفت و حتی برنامه هم برای تشکیل یک تشکل داد، ولی مورد استقبال شاه واقع نشد و شاه در اون مقطع که میتونست این رفرما رو همه جانبه تر بکنه و رفرم سیاسی رو هم بهش اضافه بکنه تمکین نکرد و این در اینجا رابطه تیره شد. به نظر من این خود عطفی در این رابطه هم هست، مال سال 54 هست که شاه تصمیم گرفت در واقع اون چیزی رو که یک از دستاوردهای مدرنیته بود که تمام قدرت اعمال قهر به مسابقه یک دستاورد مدرنیزم در حکومت مستقر بشه، او این رو هم تخطی کرد و یک گروه خودسری رو مأمور کرد که برن و نه تن از زندانیان سیاسی رو در بیارن ببرن رو تپه‌های وین اعدام بکنن و این هم ضربه مرگباری به رابطه او زد و نتیجه یه بخشش برمیگشت به اون، یه بخش برمیگشت به باشم فکران. اعدام اون نه تن زندانی در بیرون زندان اوین اون با اجازه محمد رضا شاه پهلوی بود. قطعاً شما هم تو در مقدمه گفتین در کوچکترین مسائل مملکت شاه دخالت میکرد. یکی از اون نه نفر بیژن جزنی بود. بیژن جزنی بود اصلا با تمام چهرهای بارز جنبش فدایی رو جدا کردم. این عامل داخلی یعنی میخواهید بگید که شاه نزد به گفته خودتون روشنفکران یا شاید نیروهای سیاسی سکولار مشروعیتی نداشت. عامل خارجی که در ابتدا گفتید اونم موثر بود. اگر اجازه بدید من یه نکته داخلی رو بگم که مهم تر هست و این است که ببینید در تحولاتی که اتفاق افتاد این تحول یک تحول دوبنه بود، یعنی یک بنه رفرمیست در ایران وجود داشت که شامل جبهه ملی ایران، نهضت آزادی ایران، آیت الله شهید مداری و طرفدارانش و توده‌ای از روشنفکران بود و یک بنه انقلابی داشت که شامل حزب توده ایران، آقای خمینی و طرفدارانش، مجاهدین و فدایی‌ها. این کبرکه این نبرد بین این دو بنه در تمام این مدت جریان داشت و این شانس وجود داشت که بنای رفرمیست بر این جنبش سوار بشه و کار رو پیش ببره. به نظر من اون سه تاکتیک لیبرال دموکراسی ایران که در چهره صدیقی، بختیار و سنجابی متجلی شد به سه راه منجر شد. راه بازرگان شکست خورد می‌بینیم. راه بازرگان و سنجابی. راه بختیار هم دیدیم به نتیجه نرسید. اون چیزی که به نظر من آقای صدیقی میگفت اگر متحقق میشد جواب میداد. چی بود خیلی کوتاه چون آقای صدیقی خواستار این بودن که شاه بماند و دولت تشکیل بده ایشون. حرف صدیقی این بود من آمادم دولت تشکیل بدم ولی مشروط بر اینکه شما در این کشور بمونید. هدف اصلی صدیقی به نظر من این نبود که ارتش رو خنثی کنه، زمینی که اینم بود. بله. ولی هدف اصلیش این بود که شاه تحت کنترل باشه و خلاصه... بتونه به جامعه بگه که شاه تسلیم شده به نوعی. بله. خلاصه کلام شما این است که اگر شاه در ایران میموند خارج نمیشد در دی ماه 57 و در این حال به خواسته صدیقی تن میداد که دخالت نکنه در امور، ممکن بود نظام پادشاهی با اصلاح به موجودیتش ادامه بده. نظر شما چی آقای تفرشی؟ ببینید به طور خلاصه عرض کنم ما الان در یک معضل دوگانه نویسی در مورد تاریخ انقلاب مواجه هستیم. یک وجه قضیه تاریخ نویسی رسمی که در 40 سال گذشته در ایران غالب بوده و حکومت کرده، یک وجه تاریخ نگاری خارج از کشور اپوزیسیون که از طریق رسانه ها یا اپوزیسیون خارج از کشور مطرح میشه که یک دوگانه ای رو پیش روی ما میذاره که اگر شاه بد بود پس چرا وضع فعلی ما دچار هستیم، اگر شاه خوب بود از طرف مقابل چرا وضع چرا مخالف انقلاب هستیم. بحثی که ما داریم اینجا خیلی بحث ساده ای هست، اونی که یک تاریخ نویس باید چند تا موزر رو باش مواجه بشه. اول اینکه ما به هیچ وجه در مسائلی مثل تاریخ انقلاب ایران که 40 سال از گذشته نباید در ورطه زمان پریشی بیفتیم، یعنی موضوعات مختلفی که در دوره های مختلف اتفاق افتاده رو به هم ربط بدیم و به هم در یک زمان یکسان سازی بخوام بکنه، آناکرونیسم بهش میگن در اصطلاح تاریخ نویسی. این زمان پریشی یعنی زمانهای مختلف رو با هم چسبوندن، گرفتاری در تحلیل و قضاوت ایجاد میکنه. مثلا این تصوری که سر سالهای گذشته در به خصوص در 10 سال گذشته خیلی رایج شده که یک ائتلافی وجود داشته بین شاه و شاپور و بختیار برای نجات ایران و مردم ایران، روحانیون ایران، چپای ایران، ملیای ایران، این شانس بزرگ رو از ما گرفتن، این یک دروغ تاریخیه. مرحوم دکتر شاپور و بختیار به شاه تحمیل شد. تحمیل شد از جانب بعضی از روشنفکران داخلی نزدیک به فرای پهلوی، شعبانی و ایران، از طریق لابی اسرائیل به توسط آقای آلیانس، از طریق لابی انگلیس به رهبری آقای جورج براون. یعنی شاه به هیچ وجه با بختیار موافقتی نداشت، مجبور شد قبول کنه و تا آخرین روز حیاتش هم به شاه بختیار فحش میداد و بالعکس بختیار هم به همین صورت. این نگاه خیال بافانه که یک
دو فرشته بودن که می‌خواستن ایران دست به دست هم ایران نجات بدن، اینا وجود تاریخی نداره. دوم که ما تو بحث‌های تاریخی به هیچ وجه نباید وارد این ورطه بشیم که بگیم که با قضاوت به وضع امروز و به هر صورت بد یا خوب قضاوت‌های تاریخی و فکت‌ها رو به هم بذاریم. وقتی که ما صحبت از امکان اصلاح حکومت شاه می‌کنیم، در صحبت ایشون هم اشاره بود خیلی درستی فرمودن، باید ببینیم که چه کسی باید این امکان اصلاح رو میداد و در چه زمانی باید این امکان وجود می‌داشت. به نظر من اطور خلاصه اگر بحث آخرم رو اول بخوام بگم، اینه که کسی که باید این امکان رو به مردم و افکار عمومی میداد برای اینکه حکومت پهلوی اصلاح پذیر است، شخص محمد رضا شاه بود و خود او بود که این امکان رو از مردم گرفت، نه از مردم عادی، نه از اپوزیسیون، نه از مخالفین مسلح و غیر مسلح سیاسی و فرهنگی و اقتصادی و نظامی، بلکه از اطرافیان خودش. آقای پورمندی میگه که یک، اون اصلاحاتی که در دهه 40 شاه انجام داد، دو، اون پیامی که داد که بله مردم ایران من صدای شما رو شنیدم، صدای انقلاب شما رو شنیدم، سه، تن دادن به نخست وزیری بختیار، اینها نشون میده که شاه میتونست اصلاح کنه، یا حداقل میتونیم بگیم که میتونست این قابلیت رو داشت که تن بده به اصلاحات. ببینید آقای کریمی، من در طول 26 سال گذشته بخت اینو داشتم که لحظه به لحظه با اسناد بین‌المللی مربوط به ایرانی، مکاتبات خارجی زندگی کنم و بخونم و اونا رو، بعد چندین مقاله راجبش چاپ کردم، 3-4 تا کتابم راجع به موضوع زیر چاپ داره. الان بحثی که وجود داره اینه که ما راجع به کی داریم صحبت می‌کنیم. وقتی که یک حکومتی در طول تاریخ حداقل دو دهه قبل از انقلاب خودش به امکانات اصلاحات نمیگه، نه به مرد، اگه اجازه میدادین من داشتم توضیح میدادم، نه به مردمی که داشتن انقلاب اعتراض میکردن یا به افکار عمومی که مطالباتشون به حق یا ناحق برآورده نشده بود، به خصوص در چند سال آخر. در سال در اوایل دهه 70 نزدیکترین یاران شاه اقتصادی و اداری و سیاسی، خداداد فرمان فرمایان، منوچهر آگاه، مهدی سمیعی و چندین نفر دیگه که حالا فرصت نیست راجع به همشون اونایی که من باشون از نزدیک یا دور ارتباط داشتم و صحبت کردم، همه اینا میرن پیش شاه و میگن که شرایط جوری است که این رشد شتابان اقتصادی ایران نیازمند به توسعه سیاسیه و شاه هم ظاهرا میپذیره و یه بار دیگه بعدن این اشتباه رو میپذیره، ولی در عمل خلاف نظر اون رو انجام میده و میاد حزب رستاخیز رو تاسیس میکنه و بحث رو منحل میکنه. شاه قدرتمند شده بود و ثروتمند شده بود و نمیتونست و نمیخواست بپذیره صدای مردم رو. ببینید حکومت ها همیشه در طول تاریخ به خصوص در کشورهای مثل ایران سازوکارهایی رو ایجاد میکنن برای کر و کور و خر کردن مردم، هم کر کردن، هم کور کردن، هم خر کردن، ولی این سازوکارها بعد از این مدت باعث میشه مردم واکسینه میشن و مردم عادت میکنن بهش و در عمل تاثیرگذاریش فقط رو خود حکومت باقی میمونه. و رفتاری که ما از محمد رضا شنیدیم و خوندیم در نزدیکترین افراد خودش که با بدترین الفاظ ازشون یاد میکنه، متاسفانه اگه دور بعد من شواهدی بهتون توضیح میدم که ببینید که امکان اصلاح و پذیرش این باور که حکومت شاه اصلاح پذیر هست و خود شاه از مردم گرفت. بحث اپوزیسیون مذهبی یا چپ واقعا نبود. شما اشارتون به عامل خارجی رو الان میتونید بست بدید، منظورتون چی بود وقتی گفتید که شرایطی که شاه ممکن بود درش تن به اصلاح بده نیاز به عوامل داخلی داشت که برشمردید که این عوامل مهیا نشدن، یعنی مخالفین جدی نگرفتن، عامل خارجی رو نتونستید توضیح بدید، منظورتون چی هست؟ ببینید من اون وقت در زندان بودم که یهو هیئتی از صلیب سرخ اومدم برای بازدید. در چه سالی؟ سال 56. 56، یک سال قبل بعد از این حالا اواخر 56 اوایل 57 بود که سید صلیب سرخ اومد. تاریخ دقیقشون الان حضور ذهن ندارم. ما باور نمی کردیم، فکر می کردیم یه بازیه، ولی واقعیت این بود که این هیئت اومده بود و نیومده بود بازی کنه، اومده بود لیست داشت، با همه مصاحبت می کرد و به دقت هم نگاه می کرد که چه اتفاقاتی افتاده. خب این کار طبعا با فشار کارتر صورت گرفته بود، شاه آمادگی انجام این کار نداشت، ولی کارتر تصمیم گرفته بود بر اساس همون گزارشاتی که ایشون بهش استناد کردن که ایران احتیاج به رفرم سیاسی داره و فشارش گذاشته بود پشت شاه و این اقدامات یکی پس از دیگری شروع شدن. به نظر من کارتر نه شناخت دقیقی از این بنیادگرایی که مثل یه شیر خفته اون پایین خوابیده بود، اون در اون سپهر عمومی بین توده مردم و سیاسیون اونجا رو پر کرده بود با مساجد، با کتاب‌ها، با مبلغینی که همه کشور اینا رو فرستاده بودن،
این رو ندیده بود، این خطر رو، خطر کمونیسم به مثال شوروی اینا رو خیلی گنده کرده بود، در حالی که در ایران حزب توده عددی نبود که بتونه قدرت رو بگیره و این خطر رو الکی ببر کاغذی ساخته بودن. بله. اون خطر رو نادیده گرفت و یک صدی رو که طی سالها شاه درست کرده بود بدون یک معماری درست حسابی، بدون یک تفکری که پشتش باشه که چجوری میشه این صد به آرامی آب پشتش خالی کرد، شکوند. متوجه شدم. یعنی معتقد هستید که فشار آمریکا، دولت جیمی کارتر فوق العاده موثر بود، این فشار باعث شد شاه تن بده، ولی این مرحله باید بهتر مدیریت میشد، یعنی کارتر باید میدید که اگر شاه موفق نشه چه خطری در پیشه. 100%. این پیچ تاریخی بسیار مهمی است. یک حکومتی از یک طرف مستبده، از یک ور توسعه گراست، از یک ور طبقات اجتماعی جدیدی رو خود این حکومت خلق کرده که مطالباتی دارن و دیگر نمیپذیرن کور و کر خر باشند، و از یک طرف دیگه در رأس این حکومت آدمی وایساده که بادش کردن به هر دلیل، نمیتونه بفهمه ولی زور پرزور رو میفهمه، زور کارتر رو میفهمه. درست بود اون سالهای آخر یه خوردم هوا ورش داشته بود، حرفای میزد، ولی در نهایت شاه این اواخر همش به دست سولیوان نگاه میکرد و همش مراجعه میکرد که آقا چه بکنم. یعنی اینجور نبود که شاه بتونه در مسائل استراتژیک و اساسی در مقابل کارتر بیسته، ولی این کارتر بود که فاقد یک برنامه روشنی برای دادن راهنمود لازم به شاه. یه نقل قولی میکنم اول قبل از هر چیزی از مرحوم داریوش همایون در گفتگویی که باهاش داشتم چند سال پیش، با 7-8 سال پیش بود، میگفت شاه در سالهای بعد از آغاز دهه 70 میلادی به تدریج به شرایطی رسید که به شدت عاشق ایران بود و ولی از ایرانی‌ها خوشش نمیومد. این خیلی شرایط خطرناکیه برای یک حاکم، حاکمی که عاشق کشورش باشه ولی مردم کشورش و اطرافیان خودش قابل آدم حساب نکنه که بهشون حکومت کنه، و اینو دیگران هم البته کاوش ابراز کردن در نوشته ها و گفته هاشون. شرایطی که شاه در دهه 70 باش مواجه بود، شرایط قامز و دوگانه بود، همچه که فرمودن ایشون. بحث این بود که از این طرف شاه در سال 1968 به بعد، بعد از خروج نیروهای بریتانیا از خلیج فارس، به تدریج آقای خلیج فارس و ژاندارم خلیج فارس به تعبیر غربی ها شده بود، و بعد از 73 هم یک کشور ثروتمند و قدرتمند شده، یعنی یک کشور ضعیف و بعدا متوسط تبدیل به کشور قدرتمند و ثروتمند شده. در این شرایط بود که نیازی به ارتباط گرفتن با افکار عمومی، با داشتن رسانه قوی و مستقل، با داشتن روابط با سیاستمداران مخالف و با نخبگان نمیدید به اون صورت. شما در جلسات هیئت دولت شاه، اونایی که خودش شرکت داشته، شواهد حیرت انگیز وجود از رفتار توهین آمیزی که مثلا با افراد مختلف داره. یه روایتش روایتی که مثلا در جریان هیئت دولت رامس در رامسر که در حضور خود محمد رضا شاه برگزار شد، وقتی که شاهد دعوای دو تا وزیر که با هم مشکل داشتن، وزیر علوم دکتر حسین کاظم‌زاده و وزیر امور اولش دکتر فرخرو پارس هستین، و میبینه که اینا با هم دعوا میکنن جلوی شاه، دو تا دیدگاه مختلف داشتن، یکشون سنتی تر بود یکشون مدرن تر بود، میبینید که شاه در پاسخ اینا حیرت انگیز رفتار میکنه، یا گفتگوهای خصوصی که با علم داشته در سالهای آخر. اینا چیزایی که به نظر من اگه زبانی نکته رو من اشاره کنم بشه. ببینید در مسئله خارجی هم تو آقای تفریشی بذارید این جمله رو تمام کنم، خواهش می‌کنم جمله تمام کنید. ببینید در مسئله خارجی شما وقتی که به بحث کارتر و فشار کارتر توجه می‌کنید، باید به دو نکته توجه داشته باشید. نکته اول اینه که به هیچ وجه مسئله فشار کارتر برای سرنگونی شاه نبود، برای بیمه کردن اتفاق حکومت شاه بود در برابر خطرات احتمالی. عدم درک از جنبش مذهبی کاملا درسته، یعنی جنبش مذهبی رو آمریکایی‌ها و اروپایی‌ها انگلیسی‌ها نمی‌شناختند. تو اسناد هم می‌بینید که اصلا نسبت به همه توجه می‌کنه، سیاستمداران داخل کشور هم نمی‌شناختند شاید، بعضی‌ها نمی‌شناختند در داخل. برمیگردم به نکته‌ای که می‌خواستید بگید و سوالی که می‌خواستم بپرسم، اینه که امکان اصلاح در یک سیاستمدار غالبا ربطی به خصایص اخلاقی خود اون سیاستمدار نداره، برای اینکه بسیاری از سیاستمداران جهانی نمونهاش کم نیست، تن به اصلاح دادن وقتی که عوامل عدیده‌ای چه داخلی چه خارجی این رو بر اونها تحمیل کردن. علاوه این گفتن این که در یک جلسه هیئت دولت شاه چنین گفته، مثالای دیگه‌ای هم هست، علم در
یادداشت‌هاش مثال‌هایی میده از میشه گفت درشتگویی شاه نسبت به فرآیند پهلوی. وقتی که یک حاکمی، یک رئیسی در یک اداره‌ای در یک کشوری تن به اصلاحات میده، باید بلافاصله سوال کنیم کی تن به اصلاحات میده. شما اگر در شرایطی که در قدرت هستید و امکان گفتگو رو هنوز سلب نکردید تن به اصلاحات بدید، طبیعتاً اصلاحات صورت میگیره. این به نظر من زمانش فاصله بین سال 42 تا سال 52 هست. این تو این 10 ساله. اون اصلاحاتی که تحت عنوان انقلاب سفید آقای پورمن نام بردن، فکر میکنید به هیچ وجه ریشه در مطالبات مردم ایران نداشت؟ اون یه نکته دیگه، نکته اجازه بدید چون واقعا هر کدوم از مهمان ها نه اون جمله رو که میخواستید بگید در ارتباط با کارتر گفتید، ولی در نوبت بعد فرصت. البته مهمان دیگه هم من ازشون خواهش میکنم در هر نوبت کوتاه‌تر صحبت کنن، چون من حرف شما رو هم قطع کردم. لطف کردید، فقط آقای تفریشی نبودن. پورمندی، اون اصلاحاتی که شما در دهه 40 شمسی ازش نام بردید، آقای تفریشی میگن اصلاح نبود. یه بیان دیگه ای از صحبت آقای تفریشی اینه که در حوزه توسعه سیاسی که خود شما گفتید اهمیت داشت و باید اصلاحات میشد، اون اصلاحات چندان مؤثر نبودن، اونا در حوزه‌های دیگه بودن. به این ترتیب واقعا میشه گفت که شاه در اون جایی که باید، یعنی در بحث توسعه سیاسی، تن میداد به اصلاحات؟ ایدئال این بود که در اون زمان این کارو بکنه، ولی خب آقای تفریشی هم احتمالاً خواهند گفت که ایدئال چنین بود. بله، ولی ببینید ما یک شابلون میسازیم، میگیم این اصلاحات در این مقطع باید انجام بشه. یکی خود تاریخه و این تقدم تأخرها خیلی نسبیان از نظر من، یعنی اینکه اصلاحات اقتصادی ابتدا صورت بگیره، اصلاحات اجتماعی بعداً صورت بگیره، مدل کره، مدل شیلی، همه اینا نشون میده که اجباراً همزمانی معنی نداره. مهم اینه که در مسیر اصلاحات جلو میره، یک زمانی همیشه هم همینطوره، اصلاحات اقتصادی اجتماعی یک زمانی اصلاحات سیاسی متناظر خودش رو هم میطلبه. این ناگزیر نیست آقای پورمندی. اصلاحاتی که در دهه 40 انجام شد در اوایل دهه 50 منتهی شد به پلیسی ترین دوره حکومت محمد رضا شاه پهلوی، یعنی ساواک در سالهای اوایل دهه 50 دیگه سیطره کامل داشت و با قساوت، نه بر اساس چیزی که مخالفهاش میگن، بر اساس اسنادی که خود ساواک بعداً ازش در اومد رفتار کرد. به این ترتیب ضرورتاً اون اصلاحات اقتصادی قرار نبود به حوزه سیاسی تسری پیدا میکنه. اگر تسری پیدا کرد، شما ببینید کانون پرورش فکری ایران یک تشکیلات عظیمی بود که منشأ خدمات بسیار زیادی در حوزه فرهنگ و پرورش فکری کودکان، بله، فقط کودکان نیست، کودکان و جوانان، ولی عملا تمام جامعه رو گرفت. یا خانه‌های فرهنگ روستایی تا تمام روستا فعالیت می‌کرد، یا سپاه بهداشت، سپاه دانش، سپاه ترویج، اینا فرهنگ رو، علم رو، دانش رو بردن به داخل جامعه. خانه‌های انصاف یک طرح بسیار مترقی بود که قضاوت رو مردمی کرد، و این اقدامات مسئله نبود که فقط در سطح اقتصاد بوده باشه، جامعه رو دگرگون کرد، ساختار جامعه رو دگرگون کرد، اصلاحات ارضی دهقان رو صاحب زمین کرد، ساختار جامعه رو تبدیل کرد به جامعه سرمایه‌داری. این پیشرفتا نمیتونست متناظر نداشته باشه. شما به ساواک اشاره کردید، در خود خاطرات آقای ثابتی شما نگاه بکنید، در متن درون ساواک با هویدا و فرا و اینا روابطی وجود داره و به شاه میگن ارباب. اسم مستعار شاه در دست گفتگوهای خصوصی اینا ارباب هست. یعنی ضرورت رفرم تا درون اتاق خواب محمد رضا پهلوی رفته بود. فرح یک زن رفرمیست بود و طالب این بود که رفرم انجام بشه، و بنابراین ما نباید بگیم دیکتاتوری فردی شاه به این معنا بود که واقعا بقیه هیچی نبودن، هیچ صدایی نبود. ببینید وقتی که شما راجع به توسعه صحبت میکنید، باید به چند تا عنصر توجه کنید که این عنصرها تاثیر میذاره برای اینکه شما تصمیم بگیرید که آیا این توسعه ها جدی بود یا جدی نبود. ما شما اشاره کردید که حکومت پهلوی ادامه یا خواسته طبیعی مشروطیت بود. در زمان حکومت رضا شاه به خصوص و محمد رضا شاه به جز یکی دو تا دوره خاص در بیشتر اون دوران، ما 3-4 تا عنصر دوره مشروطیت رو غایب می‌بینیم: احزاب سیاسی، روزنامه‌های آزاد و مجلس آزاد. در کدام این دوره‌ها این مسئله غیر از 20 تا 32، البته استثنا سال 20 تا 32 تا یه حد زیاد. بنابراین
این که مشروطیت رو ادامه طبیعیش رو حکومت پهلوی بدونیم یک چیز فانتزیه، یعنی از جهت علمی و تاریخی قابل اثبات نیست. مشروطه خواهانی در ابتدای حکومت رضا شاه بهش کمک کردن به خاطر اینکه فکر می‌کردن که مشت آهنین میتونه فساد ناپذیر باشه و با دیکتاتوری میشه مملکت رو آباد کرد، که در عمل هم شکست خورد و نتونستن به این نتیجه برسن. نکته بعدی که وجود داره اینه که در حکومت پهلوی به درست یا غلط در زمان محمد رضا شاه، در نیمه دوم حکومت محمد رضا شاه، به درست یا غلط مردم و مخالفان و دگراندیشان به این نتیجه رسیده بودند که عناصری که در گزارش‌های خارجی هم هست که لازمه برای اینکه با حکومت بشه آشتی برقرار کرد وجود نداشت. شفافیت به هیچ وجه وجود نداشت، نظارت عمومی و حسابرسی اجتماعی و عمومی به هیچ وجه وجود نداشت و فرصت‌های برابر در اینها هیچ کدومش نبود. بنابراین وقتی شما این چهار تا عنصر، شفافیت، نظارت، حسابرسی و فرصت برابر ندارید، دو تا حاصل ازش ایجاد میشه که در سال 55 به بعد به شدت در ایران گسترش پیدا کرد و رشد پیدا کرد، و اون نبود حس تعلق و نبود حس وفاداری به حکومته. وقتی این دو تا عنصر شما نداشته باشین، هر چه قدم شاه در 3 ماه 4 ماه مونده به پیروزی انقلاب بگه من صدای انقلاب شما رو شنیدم، خیلی دیره و خیلی کمه. و عملاً این ذهنیت ما بعد 40 سال که میخوام بقبولونیم و بخورونیم به تاریخ که اگر این شد و اگر اون میشد شما میتونید باشین، اگرها جایی در تاریخ ما متاسفانه نداره. آقای پورمندی، ولی خب تاریخ با اگر نمیشتیم. من نوایس همون اول میگفتم که تمام این صحبت ها رو یه پرانتز بگیرید بغلش بگید که تحت شرایط. یکی از شرایط خیلی مهم در ایران برای اینکه یک حرکت اصلاحی شروع بشه رهبری این سو هست. بله. آیت الله خمینی در شاید دیگه، آیت الله خمینی به چیزی کمتر از اسقاط نظام شاهنشاهی رضایت نمیداد، و این از همون شاید سالهای دهه 40 واضح بود دیگه. در چنین شرایطی آیا واقعا شاه میتونست با اصلاحات این موج عظیم رو بخوابونه؟ ببینید، همون وقتی که این موج عظیم را افتاد به نظرم بهترین موقع بود. یعنی من طرفدار این نیستم که مردم تو خونهشون بخوابن دیکتاتوری فردا مسلم میشه و خودش منحل میکنه، چنین چیزی خیال بافی است. ولی وقتی یه جنبشی را افتاد به این عظمت، این جنبش در متن خودش یه جنبش اصلاح طلبانه ای بود، طالب رفرم بود در این کشور. آیا منظور شما این است که اگر شاه تن به اصلاحات میداد، از این مرحله به بعد خمینی در رأس انقلاب ایران قرار نمیگرفت؟ به هر حال آیت الله خمینی یه وزنه بود و حضورش رو که نمیشد انکار کرد، ولی اینکه دست بالا رو بگیره یا حداقل اون گرایش انقلابی درون روحانیت دست بالا رو بگیره، این به نظر من محل شک کردن کامل هست. آیت الله شهید مداری هم قدرت داشت بود و مخالف این داستان بود. جبهه ملی ایران خاطره دکتر مصدق بود و مردم خاطره خوشی داشتن در روزهای اوایل. تا اون اواسط هم عکس دکتر مصدق و خمینی در کنار هم میشد و اینطور نبود که اون متکلم وحده باشه. بله. این بحث مهمی که شاید یه پرگار خاص بهش اختصاص بدیم، ولی اینجا میشه در این حد پرسید آقای تفرشی، اگر شاه یه رویه اصلاحی حتی در اون سالهای میانی دهه 50 در پیش میگرفت، آیا ممکن بود مانع از رهبریت آیت الله خمینی در انقلاب بشه، طوری که نیروهای میانه رو دست بالا رو بگیرن، نیروهایی که به اصلاح از جانب حکومت میتونستن جواب مثبت بدن؟ ببینید، یه صحبتی کرده در بودی که از ابتدا آقای خمینی مخالف سلطنت و خان سرنگون بود. اینجور نبود. در سالهای اول دهه 40، یعنی در حتی تا سال 42-43، نامه ها و مکاتبات و حتی گفتگوهای باید بگم دقیق تر میخواستم بگم از 15 خرداد 42 به بعد، حتی دیگه حتی تا اون موقع هم آقای خمینی معتقد به سرنگونی شاه. یعنی بعد از اون، بعد از سال 43، بعد از 10 سال پیش از اون، بعد از اجازه فرمان توصیه میدم اگه لطف کنید، بعد از سال 43 و تبعید آقای خمینی به ترکیه و بعد به عراق، به تدریج نظر ایجاد شد و تا اواخر دهه 40 و اوایل دهه 50 هم اساساً توقعی و انتظاری آقای خمینی از اینکه افکار عمومی و مردم پشت سر ایشون راه بیفتن برای سرنگونی شاه وجود نداشت. گفتگوهای زیادی هست بین مخالفین حکومت شاه از روحانی و چه غیر روحانی و سیاسی، ابراهیم یزدی، محمد منتظری و دیگران و تیمشون که رفتن پیش آقای خمینی در نجف و ازشون خواهش کردن که همراهی کنه با حرکت‌های مسلحانه یا سیاسی غیر مسلح علیه شاه، و گفته من کاری نیستم و زوری ندارم، شاه هم فعلا سر کاره و توانی ندارم. نه اینکه اون نمیخواست، ولی در توان خودش نمیدید. در سال‌های بعد از
تغییرات سیاسی در ایران و تو اقتصادی در ایرانه که جنبش انقلابی ایران به تدریج رادیکالیزم. چه در داخل و چه در خارج به این نتیجه میرسن که حول محوری به نام خمینی میتونن جریان کنن. این تصور که بقیه مراجع تقلید و روحانیون به اندازه خمینی در ایران در اون موقع از نظر سیاسی نه از نظر فقهی و علمی کار اون بس آقای خویی بود، آقای شهید مدیری بود، آقای گلپایگان، از نظر سیاسی هیچ کدوم از مراجع و رهبران سیاسی به گرد پای آیت الله خمینی از جهت مقبولیت نمی‌رسند، هم کسانی که طرفدار او بودند و هم کسانی که از نفرت به شاه گرویده بودند با آیت الله خمینی. بله که همونجوری گفتم بحثی است که حتما در پرگار بهش خواهیم پرداخت که از کی میشه گفت رهبریت آیت الله خمینی دیگه ناگزیر بود. اما آقای پورمندی یه اشاره‌ای در صحبت‌های پیشین آقای تفرشی بود، من می‌خوام اون رو بست بدم به این شکل که یک حرکت اصلاحی جدی نیاز به پایگاه داره، یعنی شاه باید تکیه کنه به یک اهرم‌هایی، به یک پایگاه اجتماعی تا اون اصلاحات رو به پیش ببره. اون پایگاه اجتماعی باید مشروع بدونه شاه رو و کمک بیاد بکنه در پیش برد این اصلاحات. یکی از تاریخ نگارانی که راجع به انقلاب ایران خوب نوشته، فرد هالیدی، میگه یکی از دلایل سقوط شاه این بود که هیچ کدوم از پایگاه‌هاش رو دیگه نداشت. اون پایگاه‌هایی که بهش اتکا می‌کرد نداشت. و در چنین شرایطی آیا میتونست اصلاحاتی به پیش ببره؟ در شرایطی که یک وزنه‌ای در اون بالا بود و این پایین همه خالی شده بود، این پایگاه‌ها دیگه نگه نمی‌داشتن شاه رو. ببینید ما با یک پدیده به اسم رشد نامتوازن در ایران روبرو بودیم که یه شطوری بود که همه جاش کج بود. اون نمی‌شه توی شابلون استاندارد گذاشت. در این چارچوب باید به مسئله نگاه بکنیم. من اشاره کردم که روشنفکران با دور شدن از شاه، اشتباه بزرگ جامعه روشنفکری ایران این بود که در سال 40 به بعد نفهمید که مرکز ثقل تحول به داخل حکومت منتقل شده و به جای اینکه در این مرکز ثقل بازی بکنه رفت اونجا یه زمین خاکی برای خودش درست کرد، مبارزه مسلحانه و این داستانا رو انداخت و در نتیجه اون نیروی اجتماعی که میبایست از این شاه رفرمیست به مفهوم اجتماعی اقتصادی دفاع بکنه دشمنش شد. یعنی درسته که محمد رضا پهلوی اشتباه کرد ولی اشتباهات روشنفکران هم نقش کمی چه نداشت. وزن داشتن روشنفکران که اینقدر به اشتباهاتشون اهمیت میدید. فرض کنیم که اونها رویه درست پیش میکردن. خودتون هم گفتید، آقای تفرشی هم توضیح دادن که وزنی اساسی در مخالفت جای دیگه بود و اون به اصلاح راضی نبود. ببینید شما یه عکس رو نگاه بکنید، آقای محمد علی رجایی، خب ایشون موقعی که دبیر دبیرستانه کراوات می‌زدن ریشش هم دو تیغه است، خب ولی وقتی رئیس جمهور این مملکت میشن یه آدم دیگن، عوض شدن. من میخوام بگم که خیلی از روشنفکرا از زمان قبل اینطور نبودن. یعنی این حزب اللهی شدن ها اینا بعدن اتفاق افتاد، یعنی موجی بود که بعدن برد، وگرنه بسیاری از اینا تو سال تا سال 57 مورد نجس نمیدونستان. خب از 57 که این آقایون اومدن زندان اوین طبقه بالا، منظورتون وقتی که شما در زندان؟ بله تا 57 ما سر با هم رفیق بودیم، دوست بودیم. حالا انشاب در مجاهدین لطمه زد ولی تا اون وقت که این آقایون علما اومدن طبقه بالای اوین و فتوا دادن که بقیه نجسن و اینا گفتن که اینطوری نبود، اوضاع عوض شد. شما نگاه بکنید زهرا رهنورد، خانم دکتر رهنورد، خب لباس سیویل می پوشید، یه زنی بود مثل بقیه، این نبود و فقط اونم نبود، بقیه‌شون هم خیلی‌هاشون، یعنی جنبش روشنفکری ایران نیرو داشت واقعا و میتونست کوشش تنوع در میان مردم پیدا بکنه. ولی یه نکته هم شما در نظر داشته باشید که خب در مجموع لاغر بود. بله وقتی صحبت از روشن فکر می‌کنیم باید توجه داشته باشیم که بخش عمده ای از پایگاه روشن فکری در ایران دانشگاه‌های ایران هم. تا قبل تا اواسط دهه 40 دانشگاه ایران یا در تیول دست کمتری در توسط جبهه ملی بود یا طرفداران شاه بود یا بی‌طرفا بود و عمدتاً چپ، جنبش چپ. ظهور پدیده‌ای به نام علی شریعتی که البته قبلش هم طالقانی و بازرگان به طرز کمتری بودن باعث شد که دانشگاه‌های ایران از سیطره جنبش چپ خارج شد و جنبش مذهبی تونست غالب بشه. نتیجه رفتار اونها هیچ کدومشون از روز اول طرفدار براندازی از اول نبودن، طرفدار شریعتی و بازرگان و طالقانی، به تدریج به این اندیشه کشیده شدن. واکنش حکومت شاه به حکومت به جنبش به نام شریعتی چیه؟ تعطیل حسینی ارشاد. تعطیل شدن حسینی ارشاد در سال 53 54 باعث شد که حکومت انقلابیون مذهبی
آخرین امیدهاشون برای اصلاح ناامید بشه، به خصوص در شرایطی که ما در حدود سال 77 میلادی یعنی 55-56 باش مواجه هستیم. حکومت شاه در یک دوره طولانی 3-4 ساله به مردم مطالباتی داده، وعده هایی داده، تا حدی عمل کرده از جهت اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی، ولی به اصطلاح نتونسته بهش عمل بکنه. در تاریخ نویسی سلطنت طلب و به اصطلاح تا حدی البته سکولار و چپ به اصطلاح تجدید نظر طلب می‌بینیم که شرایط ایران تا سال 57 یه شرایط کاملا آرمانی بود، ناگهان در یک سپیده دم همه چی به هم ریخت و خلاصه انقلاب شده و همه چی نابود کرد. اصلا اینطور نیست. از 2 سال قبل از پیروزی انقلاب شما گزارشات محرمانه خارجی که میخونید که حکومت شاه از نظر اقتصادی به افلاس مطلق رسیده، یک ریال پول خارجی نمیتونه خرج کنه، تمام قراردادهای نظامی و اقتصادی تجدید نظر میکنه توش و میگه ما فقط با بارتر اویل و قرارداد تهاتوری نفت میتونیم معامله کنیم، با تمام قراردادهاش و در مسائل داخلی هم نمیتونه مطالبات عمل کنه. یه حکومتی وقتی مطالبات آرمانی به مردم میده یا متوسط میده و نمیتونه عمل بکنه، طبیعتاً نارضایتی ایجاد میشه. این نارضایتی 10 سال قبل نبود، برای اینکه مطالباتش مردم کمتر بود. وقتی مطالبات بالا میره، توقعات و برآورده نمیشه، جنبش اپوزیسیون تقویت میشه. آقای بورمندی، حتی اگر شاه میخواست و تن میداد به اون شرایطی که شما گفتید، آیا سیستم به شاه اجازه میداد؟ درسته که ما توی مقدمه گفتیم و هر دو مهمان میپذیرن و غالب تحلیلگرها اذعان دارن که شاه حرف اولو میزد و در کوچکترین تصمیم‌ها دخالت میکرد. البته شما گفتید صداهای دیگر هم بود در درون کابینه، در دربار، این بر اون بر، ولی علارغم این توافق مبنی بر اینکه شاه در رأس این حکومت بود و همه کار بود، ما نباید فراموش کنیم که یک سیستم فوق‌العاده صلب بود، سیستم سختی بود که طی چندین دهه شکل گرفته بود، منافع جدی درش داشتن اونهایی که داخل این سیستم بودن، و اون وقت بلافاصله این سوال با توصیف این وضعیت پیش خواهد اومد که حتی اگر شاه میخواست نه در سال 56 که به گفته خیلی عادی شد، سال 54-5 آیا واقعا این سیستم میتونست اصلاح بشه؟ ببینید، من برای اینکه اگر و مگر رو یه خود ازش دور بشم، اجازه بدیم برگردونمش به امروز. خب امروز هم آیت الله خامنه ای هست در رأس این نظام که ظاهرا قدر قدرت هست و یک سیستم. امید ما به چیست که میکوبیم رو تحول، رو اصلاح، عدم خشونت؟ به این سیستم هست. فکر میکنیم در این سیستم نیروی مخالف وجود داره، در این سیستم میشه با اون مخالفات صحبت کرد و میشه از نیروی درون سیستم برای تحول استفاده کرد. در اون زمان هم همینطور بود. اتفاقا من میخوام بگم که در نظام که شاه در رأسش بود، سیستم دست بالا رو رفرمیستا داشتن. شما نگاه بکنید به سازمان و برنامه بودجه. خب گزارشی که سازمان برنامه بودجه می نویسه، این رو آقای مظلومیان می نویسه، میده دست مجیدی، مجیدی می خونه و می خنده، میگه حالا کی بددش به اعلیحضرت؟ خب. مظلومان بله، مظلومان به روایت آقای آشوری مظلومان. این پس این حقیقت دو چهره داره، یه چهرهش مجیدیه که این گزارش رو تهیه میکنه. خب چنین آقای تفریشی که به گفته آقای پورمندی بخش رفرمیست دست بالا رو داشت در نظام شاهنشاهی؟ در نظام برنامه ریزی شاید اینطور باشه، ولی در نظام اجرا و تصمیم گیری به هیچ وجه مطلقا، یعنی خود شاه بود. من یه خاطره دیگه براتون تعریف کنم که حتما نشیدید. وقتی که مرحوم علم مریض میشه و از ایران میره، مجبور میشه وزارت دربار رو کنار میذارن یا کنار میذارنش و به نیویورک میره برای معالجه، در اواخر سال 56 یک نامه‌ای به شاه مینویسه. یکی از نزدیکان مرحوم علم برای من تعریف کرد این نامه رو و به شاه میگه که اعلیحضرت، من در حکومت شما به همه چیز رسیدم، وزیر کشاورزی بودم، وزیر کشور بودم، نخست وزیر بودم، وزیر دربار بودم، پدرم هم همینطور در حکومت محمد رضا شاه، در حکومت رضا شاه، و بنابراین خواسته شخصی ندارم بخوام بهش برسم. و تأکید میکنه که رفتاری که ما در سال گذشته با مردم داشتیم مثل رفتار یک قوم ظالم نبوده با مردم، مثل قوم فاتح غارتگر خارجی بوده با مردم و بعد این اصلاح بشه و من نگران آینده سلطنتم. بعد الانم در شرایطی اینو مطرح میکنم که یه پامون دنیاست و دیگه آرزویی برای خودم ندارم، صرفا رو خیرخواهی میگم. پاسخ شاه به این نامه حیرت انگیز، اون قاصدی که این نامه رو برده برای من تعریف کرده، میگه که به امیر، اصطلاحی که برای علم به کار، امیر بگو که پیر شدی و مریض شدی، داری میمیری، من
آخر 56 یا اول 57 اینا، حالا آخر 56 فکر کنم باشه، میگه که من کار خودم بلدم، سر جام محکم نشستم، نیازی به این توصیه‌های مزخرفم ندارم و تو هم بهتر اون یه پاتو بذار اون دونه و خیالم راحت کنه، هیچ نیازی به این حرفا نیست، من سر جام قرص و هیچ تغییرم در ایران رو نامه‌ها موجودن، یعنی یه روز ممکن هست یکی از اقوام نامه کلی که از اقوام خیلی نزدیکه مرحوم علم به شاه شخصا برده. بله بگذارید به جای اینکه راجع به نامه‌ها یا شواهدی که بعداً اگر افشا بشه راجعشون باید صحبت کرد، به جای اون به چیزهایی که الان دیگه کم و بیش پذیرفته شده است و به عنوان شواهد میشه بهشون ارجاع داد صحبت کنیم. کنفرانس گوادلوب که در دی 1357 تشکیل میشه که در اون رؤسای قدرت‌های بزرگ جهانی هستن، رئیس جمهور فرانسه است که دعوت کرده دیگران بیان، رئیس جمهور آمریکا است، نخست وزیر انگلیس یا بریتانیا و نفر دیگه صدر اعظم آلمانه، همه سیاستمدارهای قدرتی هستند. اینها جمع میشن و در گوادلوپ صحبت میکنن و به این نتیجه میرسن که شاه باید بره. البته تفسیرها ازش متفاوته، اصلا اینطور نیست آقای کریمی، کاملا نادرسته. خب شما قبل از اینکه من سوال بپرسم شما بگید که ببینید، من کنفرانس گوادلوپ اسناد اون اسنادی که تا حالا آزاد شده چندین پرونده رو خیلی با دقت خوندم، قبلا هم راجعش نوشتم بازم خواهم نوشت. کنفرانس گوادلوپ مطلقاً موضوع منحصرش ایران نبود. یکی از موضوعات 10 تا محور داشت که علت اصلی کنفرانس گوادلوپ نتیجه‌گیری در مورد این عبارت رو میگم، نقاط خاکستری بین دولت جدید نامتعارف در آمریکا و اروپا اروپایی بود. قرار بود کشورهای دیگه هم تو شرکت کنن، از جمله ژاپن و کانادا. راجب ایران خلاصه کنفرانس گوادلوپ این است که همه تلاش‌ها رو صورت دادیم برای حفظ شاه، خود شاه علاقمند نیست بمونه و ارادش مسئول اراده شده ولی میخواد بره و داره از ایران میره و حکومت بختیار هم امیدی بهش نیست، ولی ما مجبوریم و محکومیم که از بختیار هم حمایت کنیم، ضمن اینکه امیدی بهش نداریم. بحث اصلی کنفرانس گوادلوپ در مورد ایران در مورد شاه نیست، در مورد اینکه ایران دست دست کمونیسم نیفته. این افسانه که در شما این یه جمله هم بگید تا من اشاره کنفرانس اگه صحبت شایعات و افسانه ها رو میکنیم بعد، ولی در مورد تاریخ اگه میخوام صحبت کنیم، کنفرانس گوادلوپ بحثش اینه که بعد از شاه ایران دست کمونیسم نیفته، اگر میشه از شاه حمایت کنه، اگر نمیشه دست کمونیسم نیفته ایران. رئیس جمهور فرانسه ژیسکار دستان حدود 15 سال بعد از انقلاب ایران مصاحبه میکنه با یکی از نشریات داخل ایران و میگه که در کنفرانس گوادلوپ که البته همونجوری که شما گفتید فقط ایران موضوع بحثش نبوده، کره جنوبی هم بوده، آمریکای جنوبی هم بوده و در پرتو سیاست‌های دولت حاضر آمریکا اومدن نقاط میشه گفت حساس رو به بحث گذاشتن، ولی راجع به ایران ژیسکار دستان میگه که ما از لحن جیمی کارتر تعجب کردیم وقتی که اومد و گفت که گمان میکنم شاه نمیتونه کنترل کنه و دیگه باید بره. این چیزی که ژیسکار دستان که در واقع دعوت کننده به کنفرانس بوده گفته. این چه مغایرتی به صحبت من داشت؟ مغایرتش اینه که میگه که این روایت ژیسکار دستان میگه نمیخواد بمونه، خودش نمیتونه بمونه، میگه شاه اینجوریه که ما نمیخوایم بمونه، کارتر به این اصل است و دیگران که نمیتونه و نمیخواد داره میخواد میگه بره. که من نمیدونم شاید باید راجع به گوادلوپ هم یه بحثی ضبط کنیم. ژیسکار دستان میگه که کارتر اومد گفت که شاه دیگه نمیتونه بمونه، یعنی شاه امکان کنترل اوضاع رو نداره. البته نه، اون بحث دیگه است. ما داریم میگیم که اگه من برگردم به سوالم از آقای پورمندی، میخوام بگم که وقتی که رؤسای قدرت‌های خارجی که میتونن اعمال نفوذ کنن بر شاه میان و میگن که ما فکر کنیم شاه دیگه نمیتونه و باید خارج از ایران بشه، در کمتر از چند روز شاه از ایران میره. من میخوام اون وقت برگردم به سوالم، بپرسم که کسی که چنین خودش رو میبازه وقتی میشنوه که رؤسای این قدرت‌های بزرگ معتقدن باید بره و ترک میکنه ایران رو، آیا واقعا این توان رو داشت که اصلاحاتی رو ترک کنه و این اصلاحات رو به پیش ببره علی رغم چالش ها؟ من میگم شاه این توان رو داشت که بفهمه به پایان خط رسید. خب یعنی اون چیزی رو که اصلاحات رو کسی داوطلبانه نمی کنه، اصلاحات رو تحمیل میکنن به دیکتاتورها. خب اون به نقطه رسیده بود که آماده بود سلطنت رو به فرح تفویض بکنه، نایب السلطنه و بره. خب این دعوایی هم که گفتن این بمونه فقط برای این بود که شاه را از دست رادیکال ها بگیرن، یعنی دکتر صدیق اصرارش این بود
که اینو داشته باشه و بگه آقا شاه در دست منه، فرارش ندادیم. شعار بختیار نوکر بی اختیار، بختیار سگ جدید دربار، وقتی مصداق پیدا کرد که شاه رفته بود. اگه شاه مونده بود، این شعارها رو نمیتونستن بدن. آقای خمینی دو روز سه روز صبر کرد وقتی بختیار معرفی شد، چون تردید داشت، ولی وقتی مطمئن شد که میتونه مطرح کرد. خب ولی اگر چند ماه پیش اون اتفاق میافتاد، ورق برمیگشت به سود بنه رفرمیست جنبش. من فکر نمیکنم مثلا ایشون گفتن که بختیار به شاه تحمیل شد. معلومه که تحمیل شد. خب کدوم دیکتاتوری حاضر داوطلبانه تمام اون چیزی رو که اشاره کردن در صحبت هممون هم بود بذاره کنار؟ اینا با تحمیل بشه، و این تحمیل میتونست بشه به اتکای نیرویی که در داخل حکومت وجود داشت، به اتکای اون جنبش روشنفکرانه که در مجموع کشور وجود داشت، سابقه ای که جنبش مشروطه و جنبش ملی داشت. اینا پهنای مثبتی بود که میتونست رفرم رو. بله آقای تفرشی، همونجوری که بختیار تحمیل شد به محمد رضا شاه، آیا میشد به محمد رضا شاه تحمیل کرد که بمونه ولی در سیاست دخالت نکنه، یعنی طرح دکتر صدیقی از شهرهای ملی؟ عملا این پاسخ شما سوال شما منفیه. وقتی که شما راجع به خروج شاه صحبت میکنه در گوادلوب، این باز یه نماد مشخصی از همون زمان پریشیه، برای اینکه خروج شاه از ایران حداقل اگر بخوام خیلی محافظه‌کارانه صحبت کنیم، زمزمه‌اش از دو ماه قبل شروع شده. 13 آبان 57 رو ما به یاد داریم به خاطر اون کشتاری که در دانشگاه صورت گرفت و چند نفر کشته شدن، ولی یادمون باشه 13 آبان 57 پایان یک فراینده، همه طرفداران شاه در داخل و خارج ناامید شدن. در یک دوره طولانی از روزی که شریف امامی سر کار اومد، به شاه گفته میشد که باید دولت نظامی مقتدر سر کار بیاره و همه نظرشون رو اویسی بود. وقتی که شاه عملا میپذیره، ولی در واقع مثل جریان حزب راستاخیز عملا خلاف اینو عمل میکنه و به تعبیر مرحوم همایون یک دولت نظامی ضعیف‌تر از دولت شریف و دست و پا چلفتی‌تر از بقیه دولت‌ها به نام دولت عصاری سر کار میاره، امیدها ناامید میشه و از همون موقع شاه میخواد بره. آیا واقعا شتاب اوضاع جایی برای اصلاحات میگذاشت؟ برای اینکه اصلاحات زمان نیاز داره دیگه، یه روند دیگه، و اونهایی که گذار حکومت‌ها به اشکال دموکراتیک‌تر رو مطالعه کردن میگن باید این روند طی بشه، و در جایی چون انقلاب ایران، در زمانی چون انقلاب ایران، اینقدر شتاب و حوادث زیاد بود که واقعا جا برای اصلاحات میگذاشت. ببینید این درسته که انقلاب ایران از لحظه شروع تا پیروزی خیلی کوتاه بود به نسبت، ولی در همون فاصله هم شانسایی که عرض کردم وجود داشت که میتونست ورق رو برگردونه، و من معتقد نیستم که حکومت تحت رهبری شاه موندگار بود، ولی شاه میتونست حکومت رو مشروطه بکنه، در خاندان پهلوی نگه داره. یعنی این مطالبه که شاه عامل سوخته بود، زمان رو از دست داده بود، ولی من این استعداد در شاه می‌بینم. این نظام رو میتونست نجات بده. این استعداد در شاه وجود داشت، خب، که اگر باش کنار میومدم و اطرافیانش هم میذاشتن، و به خصوص کارتر زودتر میفهمید و اون امضای مشترک رو در گوادلوب نمیذاشتن، برای اینکه اونجا در واقع امضا کردن که کار تمام هست، نه اینکه ما دوست داریم تمام بشه. اونا هم همین تحلیلشون رو داشتن که کار تمام شده و باید واقعیت رو بپذیریم. و اون بچه قضیه رو مطالعه نکردن خیلی از تاریخ نگار. آقای تفرشی، تو این برنامه هم الان اواخر بحث بهش رسیدیم، آیا ممکن بود شاه نه خودش رو بلکه نظامش رو نجات بده؟ باز برمیگردم به صحبت قبلی، دو سال قبل این امکان وجود داشت، ولی در سال 57 به خصوص در نیمه دوم سال 57 این امکان واقعا وجود نداشت. خب بذارید به همون دو سال قبل از انقلاب بچسبیم. تحت چه شرایطی مثلا در سال 55 شاه ممکن بود نظام پادشاهی رو حفظ کنه ولی خودش کنار بکشه؟ یه مرحله اولش مرحله زمانی بود که به اشتباه حزب راستاخیز تأسیس کرد، و الان حتی طرفداران سلطنت هم معتقدن که کار اشتباهی بوده، اغلبشون البته، نه همشون. مرحله بعد مرحله بود که بیماری شاه شروع شد، یعنی در واقع معلوم شد که بیماری لاعلاجی شاه داره، سرطان خون داره، نوعی سرطان خون، در سال 55. اون موقع خیلی ها به شاه پیشنهاد کردن، یا بعضی به شاه پیشنهاد کردن که یک شورای سلطنت تشکیل بده و به نفع ولیعت کنار بره، و ولیعت تا زمان ولی در سال 57 این در واقع رویا پردازی که اتفاق میافتاد. مسئله مهمی که اینجا وجود داره اینه که در دوره پایان دو سال آخر بیشترین قطع رابطه حکومت شاه با جامعه سنتی و دینی وجود داشت، یعنی هم بدفهمی و نافهمی از قدرت جامعه مذهبی و هم ارتباط منطقی با اون بخش رادیکال و انقلابی تر جامعه مذهبی از حواسش قطع شد. این اشتباهی که غربی هم صورت دادن. ببینید من معتقدم که شاه علی رغم برخی
به اصطلاح لگد پرانی های اواخر حکومتش به شدت باور داشت که آمریکا و انگلیس نقش تعیین کننده را دارند و در نتیجه حرف شنوی داشت و این حرف شنوی به آمریکا این امکان میداد، همونطوری که کندی طرح رفرم ارزی رو به شاه تحمیل کرد و گذاشت اجرا بکنه که طرح رفرم سیاسی رو هم کارتر بکنه. کارتر این قدرت رو داشت، کارتر نه اون اپوزیسیون میشناخت نه یک به نظر من درک روشنی از امکان افتادن ایران به دامن شوروی ها داشت و نه اون پیگیری رو که شاه رو وادار بکنه تو همون زمانی که تصمیم به رفرم گرفت و یه نقشه‌ای برای این کار بریزه. به نظر من فقط لگد زد صد و شکوند و این سیل اومد و به قول بازرگان قرار نبود سیل بیاد، نه دنبال یه بارانی بودن و ولی خب ماها نیروی سیل بودیم. ما خب شعارمون بود شاه سگ زنجیری آمریکا. خب این سگ زنجیری آمریکا رو که ما میگفتیم، خمینی هم اوایل که رفته بود سر حقوق زنان و نمیدونم اونها مواضع خیلی ارتجاعی گرفته بود، یواش یواش شیفت کرد به سمت آمریکا. از سالهای 45-46 به بعد کاپیتال استود عمده کرد و رفت به اینکه این حکومت وابسته است و اجنبی و این داستانا رو آورد وسط برای اینکه بتونه نیرو بگیره. آیا میشه از کارتر انتظار داشت که بفهمه که این انقلاب چه به بار خواهد آورد در شرایطی که سیاستمداران داخلی، نیروهای مخالف، نیروهای داخل چنین بصیرتی ندارن، چنین بینشی ندارن؟ این انتظار از کارتر تا چه حد بجاست؟ ببینید این گزاری که شما گفتید فرض رو برای این گوشه که کارتر خواهان انقلاب در ایران بوده، به هیچ وجه اینجوری نبود. نه نه نه، از کارتر میشد انتظار داشت که بفهمه روند انقلابی در ایران به چه خواهد انجامید؟ چون ایشون میگه کارتر نتونست بفهمه و برای همین نخواست و نتونست این در واقع جریان رو مدیریت کنه، یعنی توسعه سیاسی رو از جانب شاه میخواست ولی نمیدونست که اگر این نشه در پیش چه خواهد اومد. ببینید این سال دو وجه داره. یه وجه اولش اینه که اساساً اصلاحاتی که کارتر به شاه پیشنهاد میکرد برای حفظ حکومت شاه بود در دراز مدت، این راهبردی بود و تصور نمیکرد که این جریان به اصطلاح شدت پیدا کنه و رادیکالایز بکنه قضیه رو. مسئله دوم این اشتباه مشترک اروپایی‌ها و آمریکا، به خصوص بریتانیا و آمریکا، در عدم شناخت عمیق و گسترده از جنبش مذهبی رادیکال و رهبری آیت الله خمینی و دست بالا داشتن در مخالفین شاه در اون دوره خاص. قبلش ممکن اینجوری نبود ولی حداقل در اون دو سه سال پایانی اینجوری بود. بنابراین این عدم توجه این تصور رو ایجاد میکرد که شاه رو میشود حفظ کرد یا اگر شاه حفظ نمیشود کرد ممکنه مذهبی هایی سر کار بیان که به خاطر مخالفتشون با اتحاد جماهیر شوروی ممکنه منافع مشترک داشته باشن، که در هر دو مورد به نظرم اشتباهی هست. بعد از انقلاب هم چنین امیدی داشت؟ بله، حداقل تا زمان گروگانگیری. تماساشون بله، رو تا زمان با بهشتی حفظ کرده. بله، تا زمان گروگانگیری، یه هفته قبل از گروگانگیری هیئت عالی رتبه وزارت خارجه آمریکا میاد ایران، آقای پرکت میاد به ایران و اینا کسایی هستن که طلب و حتی سفیر معرفی میکنن، سفیر جدید به ایران که آقای یزدی رد میکنه، آقای کاتلر، و قبول نمیکنه به دلایل واهی و مثلا تا زمان 13 آبان 58 این امید وجود داشت. بسیار خوب، خیلی ممنونم. به آخر پرگار این هفته میرسیم. تشکر از شما که پای این بحث نشستید و از مهمانهای برنامه احمد پورمندی و مجید تفرشی. پرگار رو پیش از پخش از تلویزیون روی یوتیوب منتشر میکنیم تا اگر مایلید اون رو شنبه ها زودتر ببینید، هم پرگار تلویزیونی و هم پادکست، یعنی نسخه شنیداری پرگار در وبسایت بی بی سی فارسی منتشر میشه. پادکست برنامه که اندکی طولانی تره و صحبت خودمونی بعد از خاموش شدن دوربین ها به اون اضافه میشه رو در کانال تلگرام بخش فارسی بی بی سی هم میتونید دریافت کنید. شب و روز بر همه شما خوش.